مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی اگرچه تا پیش از دستیابی به تفاهم هسته‌ای 18 ماه طول کشیده بود، اما تعلیق تحریم‌های ناشی از این مذاکرات تا همینجا هم آثار خود را بر اقتصاد ایران بر جا گذاشته است. میزان تورم در ایران از زمان روی کار آمدن حسن روحانی تا کنون از 40% به حدود 15.5% در پایان سال 93 رسید. رشد اقتصادی ایران هم که در سال 91 منفی 6.8% بود، وضعیت بهتری پیدا کرده و در پاییز گذشته به مثبت 4% رسید. این موفقیت ها اگرچه در مقایسه با میزان مشکلات اقتصاد ایران زیاد به چشم نمی آید، اما بنابر گزارش مشترکی که چندی پیش بنیاد دفاع از دموکراسی و اندیشکده اقتصادی روبینی منتشر کردند، همین کامیابی های اندک ناشی از تأثیر مستقیم و غیر مستقیم مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 است. مذاکراتی که منجر به توافق 6 ماهه ژنو و 2 بار تمدید آن شد. در این مدت 9 میلیارد 450 میلیون دلار از حدود 100 میلیارد دلار پول فروش نفت ایران که به دلیل تحریم‌ها در دیگر کشورها بلوکه شده، آزاد و در اقساط پیش‌بینی شده تحویل ایران شده است. همچنین بر اساس مذاکرات 18 ماه گذشته، تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بر صادرات پتروشیمی ایران، طلا و فلزات گرانبها، صنعت خودروسازی ایران و عرضه و نصب قطعات یدکی برای ایمنی پرواز هواپیماهای غیر نظامی ایران تعلیق شده. در واقع مذاکرات هسته‌ای به دولت آقای روحانی این فرصت را داده که سیاست‌های پولی و مالی خود را در شرایطی که فشارهای اقتصادی جهانی بر ایران کمتر شده پیگیری کند. آقای ظریف. پیش‌بینی شده که اگر تفاهم هسته‌ای به توافق هسته‌ای بیانجامد، حرکت اقتصاد ایران از آنچه تا کنون بوده سریع‌تر شود. بابک راد، صدای آمریکا.